سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب سه‌شنبه 17 آبان ماه در 637مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. میلان، چلسی و آرسنال به دنبال ستاره ایرانی. جنگ غول‌های اروپا برای صید طارمی. اکرم کنور خبرنگار معروف ترکیه‌ای و فعال در بازار نقل و انتقالات در توییتی که امروز منتشر کرد از علاقه سه غول بزرگ اروپا به جذب مهاجم ایرانی خبر داد. کنور در توییتر خود نوشت: مهدی طارمی همچنان در لیست آس میلان، آرسنال و چلسی قرار دارد. این خبر در حالی منتشر شده که آبولا هم پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود ادو گاسپار، مدیر ورزشی آرسنال، آماده ی شکستن سیاست نقل و انتقالات آرسنال با قراردادی شوکه کننده برای مهاجمی است که آمار فوق‌العاده‌ای داره. تاریخ دربی مشخص شد. 29 آذر، 99مین شهرآورد پایتخت. برنامه مسابقات هفته‌های 12 تا 15 لیگ برتر فصل 1401-1402 اعلام و بدین ترتیب زمان دربی جذاب پایتخت بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشخص شد. بر اساس برنامه اعلامی سازمان لیگ، استقلال و پرسپولیس سه‌شنبه 29 آذر ماه و ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی به مسافه هم میرند. استقلال و پرسپولیس تا به امروز و با احتساب تمام بازی‌های رسمی و غیر رسمی در 98 دیدار به مسافه یکدیگر رفتند که 26 پیروزی سهم استقلال بوده، 25 بار پرسپولیس به برتری دست یافته و 47 جدال دو تیم هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده. دلیل برگزاری دربی سرخابی‌ها در وسط هفته. برگزاری دربی حساس دو تیم پرسپولیس و استقلال در زمانی غیر متعارف و در وسط هفته سوالات زیادی را در ذهن فوتبال دوستان شکل داده. با این حال سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات دو عامل پنجره نقل و انتقالاتی و همچنین ایام سوگواری را دلیل اعلام این تاریخ برای انجام این بازی معرفی کرده. سهیل مهدی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از این به باشگاه‌ها تاریخ دوم دیماه اعلام شده بود گفت: چیزی به باشگاه‌ها اعلام نکردیم و تاریخ رسمی دربی همینه که اعلام شده. حکم سنگین کمیته اخلاق برای دو استقلالی. بر اساس اعلام کمیته اخلاق، رأی محکومیت رضا افتخاری، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال و صادق ورمرزیار، مسئول سابق آکادمی باشگاه استقلال صادر و پس از درخواست تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف، رأی این کمیته قطعی اعلام شد. بر همین اساس، افتخاری با توجه به اتمام مدت یک سال محرومیت فوتبالی از تاریخ رأی بدوی به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و ورمرزیار به محرومیت 7 ساله از هر گونه فعالیت مرتبط با فوتبال و پرداخت 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. خارجی های استقلال از چهارشنبه هفته آینده در تهران. ریکاردو ساپینتو بعد از بازی سوپرجام تمرینات تیمش رو به مدت 2 هفته تعطیل کرد تا آبی‌ها با استراحت مناسب خودشون رو آماده شروع دوباره لیگ برتر کنند. در این بین کوین یامگا، رافائل سیلوا و عزیز بک آمانوف هم به کشورهاشون سفر کردند و طبق بلیتی که باشگاه استقلال برای اونها تهیه کرده قرار هست این بازیکنان چهارشنبه ی هفته آینده به ایران برگردند. تمرینات آبی پوشان تهرانی هم قرار از روز پنجشنبه ی هفته آینده آغاز بشه تا استقلالی ها خود رو آماده ی شروع لیگ برتر و بازی با پرسپولیس در هفته 12 لیگ برتر کنند. فیفا رسماً باشگاه استقلال را تهدید کرد. باشگاه استقلال در میان انبوه مشکلات مالی با چالش جدی دیگری هم مواجه شده. این باشگاه در نظر داشت با پرداخت مالیات گابریل پین اون رو راضی به صرف نظر از دریافت پاداش قهرمانیش کنه. اما طبق قانون مالیات مربی یا با عهده خودشه. به همین خاطر با شکایت وکیل پین، فیفا هم به باشگاه استقلال اطلاع داده که مهلت پرداخت این پول گذشته و باید برای رفع این مشکل هرچه زودتر اقدام بشه.
در غیر این صورت خطر بسته شدن مجدد پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال را تهدید خواهد کرد. چشمی و حسینی در لیست نهایی کیروش. تمرینات تیم ملی با حضور بازیکنان شاغل در ایران در شرایطی بعد از تعطیلات لیگ برتر در جریانه که هنوز کسی نمیدونه کدوم یک از این نفرات نامشون در لیست نهایی کارلوس کیروش برای حضور در جام جهانی قطر قرار میگیره. با این حال طبق گمان زنی ها از استقلال روزبه چشمی و سید حسین حسینی به عنوان دو کاپیتان آبی ها نامشون در لیست نهایی تیم ملی قرار خواهد گرفت و مسافر جام جهانی میشند. ابوالفضل جلالی دیگر بازیکن ملی پوش استقلاله که البته کیروش برای قرار دادن نامش در لیست نهایی تیم ملی هنوز به جمع‌بندی نرسیده. اعلام زمان انتشار لیست نهایی تیم ملی. طبق برنامه قبلی تیم ملی ایران یک تمرین سبک رو در روز چهارشنبه برگزار میکنه تا برای دیدار دوستانه برابر نیکاراگوئه که پنج شنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی انجام میشه به آمادگی مطلوب برسه. همچنین قراره طبق اعلام قبلی از سوی کارلوس کیروش در تاریخ 22 آبان و یک روز مانده به اعزام به قطر اسامی 36 بازیکن نهایی تیم ملی برای حضور در جام جهانی از سوی کادر فنی اعلام بشه. استارت آل کثیر با سرخپوشان از 22 آبان. باشگاه پرسپولیس یک جای خالی در لیست خود داره که اگر اتفاق خاصی رخ نده به عیسی آل کثیر اختصاص پیدا خواهد کرد. یحیی گل محمدی تقریبا از 2 ماه پیش مجوز حضور آل کثیر در تمرینات تیمش رو صادر کرده تا این بازیکن با وجود نداشتن قراردادی با باشگاه پرسپولیس این فرصت رو داشته باشه تا از امکانات محل تمرین این باشگاه استفاده کنه. دوره جدید تمرینات پرسپولیس از شنبه 21 آبان ماه آغاز خواهد شد و عیسی هم در کنار بازیکنان این تیم به تمرین خواهد پرداخت. پرسپولیس به دنبال توافق نهایی با آقای گل. بعد از محکومیت 900 میلیون تومانی باشگاه پرسپولیس در پرونده شکایت علی علیپور، مدیران این باشگاه طی روزهای گذشته جلسات متعددی را با وکیل مهاجم سابق خود برگزار کردند و امیدوارند بتونند رضایت این بازیکن را جلب کنند. بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس که مسئول رسیدگی به پرونده‌های سرخپوشانه تاکنون چندین جلسه با وکیل علیپور برگزار کرده و امروز هم آخرین جلسه طرفین برای توافق نهایی برگزار شد. اعزام اولین تیم ایرانی به جام جهانی 2022. در فاصله 12 روز مانده به شروع جام جهانی 2022، کمک داوران ایرانی حاضر در مسابقات عازم دوحه شدند. محمد رضا ابوالفضلی و محمد رضا منصوری دو کمک داور ایرانی در مسابقات جام جهانی هستند و قرار علیرضا فغانی هم از استرالیا به جمع دو کمک داور ایرانی بپیوند.